درود بر همه دوستان. وقتی دارم میبینم همه ارض الاوباش دارن به این خانم لیلا واسقی حمله میکنن، فرماندار شهرستان قدس، آنچه که حق مطلب است باید ادا کنم. من اولا که ازش سپاسگزارم، تحسین میکنم این شجاعتش رو. وقتی که مردا همه خلاف کردند و غلاف کردند در واقع و تخمشون نداشتند، یه زن پیدا میشه اینجور شیر شجاع و چنین کسی. حتی شهامت به نظر من اگر دوران سلطنت بود لیاقت پادشاهی رو داشت. خانم واسقی درود میفرستم برو و لیاقت ریاست جمهوری هم داره و کارش بسیار درست بود و جای چنین زنهای خالیه، باید ازش سپاسگزاری کرد. زن بزرگ ایرانی و بسیار درست کارش درست انجام داد و برخورد با عرض لوباش داعشی، اونم چیه؟ حمله به فرمانداری، کارش بسیار درست بود. نکته دوم، علی مطهری دوباره زری زد و اینکه همه چیزای بنزین رو به سلام خواست بندازه گردن رهبر. از رفتار آقای رئیسی هم خوشم نیومد که داره اینجا عوامگرایی میکنه. اگر رهبری به تنهایی واقعا دستور داده باشه که این باید اجرا بشه، حتی اگر سران سقابام نباشن و خودش هم واقعا نامه داده باشه و تشر داده باشه به مجلس که باید این تر اجرا بشه، من هزاران هزار درود میفرستم بر رهبری، بیشتر عاشقش میشم اگر واقعا این کار کرده باشه. این نشون میده فقط یک نفر آدم فهمیده و باشعور توی مملکت است. حتی رئیسی هم نفهمید یا شهامتش نداشت که بفهمه این کار برای کشور نیاز بود و لازم بود و رهبر فهمید باید چه کار کنه. دشمن رو شناخت، میدونست این دشمن چی میخواست. دشمن میخواست که این تصمیم سیاسی مهم انجام نشه و رهبر اینو فهمید و بسیار درست انجام داد. و جدا از دخالت خارجی، اصلا مشخص بود، عقل سلیم اینو میپذیره که ملتی دارای رفتار بسیار غلط اجتماعی است. هیچ جای دنیا اینطور نیست که آتیش بزنن اینجور بنزین کشور رو، بنزینی که 30,000 تومان قیمتشه، 1,000 تومان داده میشد مفت، هم 3 تومان هم مفته، بعد 7 تومانی 30 تومانی هم بیاد، یعنی 3 تا سهمیه بندی باید بشه. و این بعضیا فکر میکنن که بزرگش کردن. من دیدم که این کانالا که چه داخل و نخالای داخل و چه خارجی ها که به اصطلاح فکر میکنن که رهبر با این کار تخریب میشه، در حالی که هزاران درود بر او باد که اینقدر فهمیده است جلوی موج جهالت و پوپولیسم و عوامگرایی ملت وایستاد. آفرین بر او، درود بر او باد که او شهامت اینو داره که جلوی جریان جهلی و پوپولیستی که داد و فریاد میزنه که برای بدبختی کشور، برای فقر خودشون، این وای میسته و اجازه نمیده که هم دخالت خارجی هم پوپولیسم داخلی مسئله کشور رو قربانی کنه. بر چنین رهبری باید درود فرستاد. اگر مجلس تشر زده و اگر اصرار داشته برای اجرای این تر، باید برای درود فرستاد و بیشتر عزیزتر میشه. اتفاقا تاریخ برای درود خواهد فرستاد. درود بر او باد. همه چیزی میخوام واژگونه نشون بدن، کارهای درست رو میخوام برعکس نشون بدن. کار رئیسی هم اشتباه داره میکنه، رضا داره ماستمالی میکنه، میخواد گردن خوش دور بکنه. کار بسیار درسته بود، یک کار مفید روحانی در عمرش انجام داده باشه، باقی سالاتش هم این کار بنزین بود و بسیار درست بود. و همه اونا که دارن جا خالی میکنن و شیره میمالن، چی ماسمالی میکنن و میخوان گردن این و اون بندازن، اون اسالیون گردن رهبر رو، اصولگرا گردن این رو، باید افتخار هر کسی این کار، باید فریاد بزنه که من کردم، با افتخار کردم، برای کشورم کردم. و همه اونایی که همسو شده بودن با این فتنه، گفتم که هم چپ و هم راست، هم اصولگرا، همه با فتنه اسرائیلی انگلیسی همسو شده بودن. الان انگار که جنایت شده. کار بسیار بسیار با عظمت و بزرگ. درود می‌فرستم به هر کسی که این طرح رو انجام داد و به ویژه به رهبری که پشتش ایستاد. هم روحانی خالی کرد، تخمش نداشت به ایست رو تصمیمش، هم آقای رئیسی اینطور زه زد و داره خالی میکنه، در حالی که این کار بزرگ بود، کار شجاعانه و بزرگی بود و فقط رهبر موند و رهبر حمایت کرد و رهبر موند. درود بر رهبر. و این مایه افتخارشه برعکس این
نخالا که فکر میکنن که با این کار رهبر تضعیف میشه و این از بزرگواری و دانایی و فرزانگیشه و آفرین بر او بدرود.